بسم الله الرحمن الرحیم باز هم از تمام هم مسلکان عزیز ما که از داخل و خارج افغانستان امروز پری پروگرام ما اشتراک کردن جهان سپاس سلام و اعترامات خود خدمت هر یک شما تقدیم میکنم تاپیک امروز ما در باری سیستم مافیت و وایتامین دی میباشه مالی تراچر ریویو کردم هفته گذشته بیشتر بود در این بیماری و فیلمه تمام تمام ایمیونتی و وایटामिन دی بیشتر در باره بیماری کرونا البته بسیار عزیز که دار فارانث لطفاً موقع کامپیوتر یا موبایل کانکت کنن که در جریان کنفرانس که با بوریس کنفرانس میده صدا پرزید پخش میکنه تشکر ببخشید uh, و بیشتر لیترچر در باری مرض کووید 19 و ویتامین دیست ما تصمیم گرفتیم فعلا یک سلسله لیترچر برای شما نشان بدم البته فعلا انوس هم مرض کرونا از بین نرفته و شما می که عامل مرض کرونا و یا کووید 19 عامل مرضش سارس کوفتو در حالت تکسر و میوتیشن می باشه های جدید را به وجود آورده اخیرا لترچر که ما ریویو کردم در امریکاست بازم تکرار میکنم در امریکا لترچر لیترچر نشان می که وریانت جدیدی که فعلا در صحنه قائم است به نام AG5 و XBB می باشه این وریانت جدید مرض کرونا و یا کووید 19 است هفته گذشته یکی از اعضای فامیل ما به این مشکل گرفتار شده بودن یعنی انوز هم مرض کرونا موجود است سوالی است که آیا زیاد شده و یا شروع مرض زیاد شده و یا نه البته در این سلاید اگر شما توجه کنین ای اگین در امریکا را نشان میده البته شکل EG5 یا وریانت جی 5 و اکس بی, بی را نشان میده و این مطالعات که صورت گرفته در سویج و یا مواد فاضله انسان ها به صورت عموم جمع میشه و در تانک های مخصوص ذخیره میشه از اونا مواد میگیرن و پروتین های سارسکوفتو و کپی های سارسکوفتو و یا عامل مرض کرونا را در اونجا ایساب میکنن البته در جنوری 2021 اینجا شما میبینین جنوری 2022 بلند بوده جنوری 2023 ان هم میبینین به مو پیمانه هست و اخیرا در شش ماه اخیر از امروز شش ماه قبل قبلتر شما میبینین که سیر مرض یا شیوعی مرس شکل سعودی را گرفته مرض کرونا هنوز هم موجود است سوال ایست که آیا شدت و وفیات مرض امو قسم که پیشتر بلند بود در این سلایت نشان داده شده خوشبختانه وفیات بلند نیست وفیات فوقلاده پایین است دلیل شاید که اول هرد ایمیونیتی باشه یا ایمیونیتی و یا سیستم مافیت کتلوی یک دوم واکسینیشن و سوم تداوی درست فعلا موجود است پکسلووید بسیار مؤثر است اگر در مرایل مقدم گرفته شود معمولا مشکلات ایجاد نمی کنند شاید هم که وایرس تا اندازه از شدت خود کاسته باشه بدان یک سلسله لیتریچر همه برای شما نشان میتونم به با ارتباط وایتامین دی ببینیم که در این ها نشان میتن نشان میتن رنگ سبز لیول ویتامین دی بیشتر از سی نانوگرم پر امل است رنگ نارنجی البته بیشتر از سی نانوگرم پر امل حالت نرمال ویتامین دی در خون ما شما می باشه وقتی که ویتامین دی کمتر از سی یعنی 21 تا 29 نانوگرم پر مل باشه به رنگ اینو به نام اینسفیشینسی یاد میکنن برنگ سرخ اینجا که شما ببینین قسمت پایین به نام دفیشنسی یاد میشن وقتی که ویتامین دی لیولش کمتر از 20 نانوگرم پر مل می باشه اینا لب ببینین اشخاصی که ویتامین دیشان نرمال است به رنگ سبز یعنی مرض به شکل فوق العاده نشان میتون در حالی که هر قدر که ویتامین دی کمتر شده میره به مو اندازه شدت مرض بیشتر شده میره امیدوار هستم که تانسته باشم هدف ارائه بکنم در این سلاید در یک مطالعه دیگه هست. نشان میده ویتامین دی و ترومبوفیلیا ویتامین دی دیفیشنسی اسوشیتد With thrombophilia, hypercoagulation, deep vein thrombosis و pulmonary embolism. در مطالعه دیگر نشان میده در این مطالعه به صورت بسیار خلاص، low serum vitamin D associated with high mortality. وقتی که ویتامین دی شما کم باشه و فیوتان بلند است. در این مطالعه نشان میده که Low vitamin D associated with increased severity and risk of death from influenza, pneumonia, and COVID 19. There is slide that like, vitamin D deficiency, chance, pinjoffice, chance envelope virus infection, COVID 19 envelope viruses. شانس انولوب ویروس 50 فیصد بیشتر می سازه بناهن اگر این نقاط ما و شما در نظر بگیریم ویتامین دی دفیشنسی، انکریز مورتالتی این آی سی یو، انکریز دوریشن آف میکانیکل ونتیلیتر، اسوشیتد ود انکریز دی دایمر فریتین و سی ری اکتیف البته این مارکرهای سویریتی کووید 19 می باشه اگر شما دی دایمر در دا بلند میره فریتین بلند میره سی ریاکتیو پروتین بلند میره و فیات بلند دا می داشته باشه همچنان ویتامین دی دفشنسی سین یا اسوشیتد ود هلدلی اشخاص موسن بلک پاپولیشن اشخاصی که سیاه پوست هستن اوبیسیتی کرونری آرتری دیزیز هایپرتنشن کانجستیف آرت فیلر این اوتو امیون البته یاد شما باشه که امی امراض را که ما فعلا نام بردم وفیاتش فوق بلند است در کووید 19 یادتان باشه که اشخاصی که محسن است جلدشان ویتامین دی به صورت درست نمی سازد همچنان بلک پاپولیشن اشخاصی که سیاه پوست هستن جلدشان ملانین بیشتر داره بناهن ویتامین دی را به شکل درست نمی سازن. همچنان vitamin تراک infection. یادتان باشه که مریضایی که با کووید 19 مصاب میشن و ویتامین دی دفیشنسی میداشته باشن های طولانی سپیوت میشن پازیتیف میباشه برای ویروس کرونا بناهن سوال در اینجا مطرح میشه که ویتامین دی چی است؟ یک چطور ساخته میشن؟ لیول نرملش چند است و ویتامین دی فانکشن و مخصوصا بالای سیستم مافیتی چی تاثیرات داره ویتامین دی دفیشنسی در کدام اشخاص دیده میشه چطور ما میتونیم ویتامین دی را ریپلیس کنیم همچنان ویتامین K2 سپلمنت توصیه میکنن برای اشخاصی که ویتامین دی دفیشنسی میداشته باشن هر کدام از این ما به صورت بسیار مختصر معلومات خدمت شما ارائه می کنم. البته یاد شما باشه که ویتامین دی را به نام پرو هورمون هم یاد میکنن دو شکل داره. یکی ویتامین دی است که از طریق مواد غذایی گرفته میشه. ای را به نام ویتامین دی 2 یا ارگو کالسیفرول یاد می یکی وی ویتامین دی است که نام ویتامین دی تری می باشه که با کمک اشعه آفتاب در جلد ساخته میشه و بنامه کولی کلسی یاد میشه اشتاد فیصد ویتامین دی است که ما شما روزانه میگیریم توسط جلد ساخته میشه بنامه کولی کلسی و 20 15 تا 20 فیصد از طریق مواد غذایی گرفته میشه به نام ارگو کلسیفیرول یاد بشه که ای عبارت از ویتامین دی 2 می باشه آلت نرمال ویتامین D در خون ما بالاتر از سی نانوگرام پر می باشه اگر کمتر از سی نانوگرام تا 20 نانوگرام پر امل باشه به نام انسوفیشنسی و اگر کمتر از 20 نانوگرام پر امل باشه به نام دفیشنسی آف ویتامین دی یاد میگرده روزانه در اشخاص ادولت یا کاهل چقدر وایتامین دی ما ضرورت داریم در حدود 400 تا 800 انترنشنل یونت 10 تا 20 میکروگرام البته یاد شما باشه یک میکروگرام ویتامین دی مساوی به 40 انترنشنل یونت ویتامین دی می باشه که در بعض کتاب ها به میکروگرام و در بعض کتاب ها به انترنشنل یونت که ای مغالطه نکنه بیاین ببینیم در جهان ویتامین دی دفیشنسی با صورت عموم در جهان غرب چقدر کمبود دارن یادتان باشه که مطالعات خود در جهان غرب یعنی در کانادا در اروپا در امریکا اینا کوشش کردن که در اشخاص موسن در جریاتریک پاپولیشن در نرسنگ هوم ها چرا در اونجا مطالعه میکنن به خاطر که جلد اشخاص موسن ویتامین دی با درستی نمیسازه یک و دوام دیگه اشخاص موسن بیشتر به آفتاب و اکسرسایز و مواد غذایی بهتر نمیتانه داشته باشه بناهن در اشخاص هلدلی در اشخاص موسن در اروپا و امریکا ویتامین دی دفیشنسی بین 20 تا 100 فیصد است یعنی فوق زیاد ویتامین دی دفیشنسی در اشخاص موسن دیده میشه از همین خاطر وفیات بلند است بیا که ایرا در جهان ببینیم ویتامین دی دفیشنسی از کامن استرالیا مدل ایست اندیا افریقا و ساوت امریکا بسیار دلچسپ است که در باستن در امریکا در مدیکل رزیدنت در دکترای جوان که کاملا صحتمند بودند ویتامین دی را تعیین کردند 32 فیصد دکترای جوان در شفاخانه باستن ویتامین دی دفیشنسی یعنی کمتر از 20 نانوگرام پر امل ویتامین دی داشتن البته از دکتر سایبایی که شرکت کردن در این پروگرام ما به طور مثال شفاخانه ای کیور خواهش ما است که شما از خودتان 20 نفر انتخاب کنین دکترایتان ویتامین دی شه تعیین کنین ببینین که ویتامین دی دفیشنسی در منطقه که شما کار میکنین با کدام پیمانه میباشه در این نشان میتا در بنگلادش، در اشخاصی که در سوائل زندگی میکنن و از و فشر من هستن مایگیر ما فکر میکنم که مایگیر ها بیشتر از مایی استفاده میکنن مایی یک مقدار زیاد ویتامین دی داره اما اگر شما ببینید مطالعات متعدد در بنگلادش نشان میده که اکثریت تامشان ویتامین دی دفشنسی داره. در بنگلادش با وجودی که در سوائل زندگی میکنن از موی استفاده میکنن اکثریتشان ویتامین دی دفیشنسی داره اگر شما ببینین همه گیشان کمتر از 20 نانوگرام پر امل میباشه پس سوال در اینجا پیدا میشه بناهن روی از این منظور است که من میگم در افغانستان ویتامین دی دفیشنسی بالاتر از پینجا فیصد است و ما از شما خواهش میکنم که شما خودتان مطالعه کنین در شفاخانه هایتان در منطقی که شما زندگی میکنین ده نفر را انتخاب کنین بعد به صورت رندم و ویتامین دی ش بفرستین بعد از او بر شما معلوم میشه که ویتامین دی دفیشنسی با کدام پیمانه در مملکت شما یا در افغانستان عزیز ما شما ویتامین دی و کدام پیمانه موجود می باشد. بیاین ببینیم که ویتامین دی چطور ساخته میشه ویتامین دو رقم گرفته میشه یکی توسط مواد غذایی گفتم برام ویتامین دی تو و یا ارگو میشه که 25 فیصد وقت واقعات وق... تشکیل میتن معمولا از تخم شیر و گوشت مایی همچنان یادتان باشه از سمارق همچنان یادتان باشه که وایتامین دی از خربوزه شفتالو و همچنان از زردالو گرفته میشه 80 فیصد ویتامین دی یادتان باشه که با کمک اشعه آفتاب با کمک اشعه آفتاب 80 فیصد وایتامین دی در جل ساخته میشه که به نام کولی کلسیفیرول یاد میکنه یادتان باشه که ویتامین دی که از طریق مواد غذایی گرفته میشه و از طریق جل ساخته میشه اینا فعال نمی باشن این می باشن بعد از ای که داخل جریان خون میشه امرای پروتین باوند میکنن نام ویتامین دی باوند پروتین یاد میشه اینا باید که هایدروکسیلیشن شون تا ای که فعال شون یعنی گروپ هایدروکسیل بالایش علاوه شود یادتان باشه که 7 دی هایدروکولسترول که در جل ساخته میشه یک هایدروکسیل داره باید هایدروکسیل های دیگه بالایشان علاوه شود تا ای که اینا فعال شوند یک هایدروکسیل در کبد علاوه میشه به نام 25 هایدروکسی و ویتامین دی یاد میشه که در این وقت پارشلی فعال میباشه پارشلی اکتیو میباشه هایدروکسیل دوم در کدنی و یا در کلیه ها علاوه میشه به نام 125 دای هایدروکسی ویتامین دی یاد میشه که این شکل فعالش میباشه یعنی وقتی که از کبد بیرون میشه پارشلی فعال می باشه به نام کلسی دای اول یاد میشه یعنی دو گروپ هایدروکسیل می داشته باشه وقتی که از کدنی بیرون میشه کلسی Trial یاد میشه یعنی سه هایدروکسیل می داشته باشه که این فوق فعال می باشه. اما یاد شما باشه که بسیار مهم است از وقتی که شما ویتامین دی رو میگیرین تا کلسی ترای یعنی از کدنی به صورت فعال تبدیل میشه مدت ده تا چهارده روز به کار داره بناهن شما باید که تانه یا مردمتانه به صورت پروفلکتیک به صورت وقایوی ویتامین دی بتین نه ای که وقتی که مریض مریض میشه در شفاخانه میا با اونجا که ویتامین دی میتین او است که بسیار لیت میباشه بعد از اینکه ویتامین دی ساخته شد به شکل فعالش چی میشه بعد از این میره در ریسپتور هایی که به نام ویتامین دی ریسپتور یاد میشه بالای از اونا می نشینه در ویتامین دی ریسپتور میره بالای از اونا می نشینه که به نهایت است بخواد یادتان باشه که ویتامین دی در هومیستاس کلسیم و است. یادتان باشه که به نهایت رول امدره بازی میکنه که البته در فعالیت پراتایروید اورمون و یا پی تی رول عمده داره همچنان در ایمیون سل فوق رول عمده را بازی میکنه ببینین بی گفتم که 80 فیصدش در جلد ساخته میشه 20 فیصدش از طریق مواد غذایی گرفته میشه از 7 دی هایدرو یعنی از کولسترول وقتی که جور میشه اول یک هایدروکسیل می داشته باشه بعد از ای که از کبت تیر میشه دو هایدروکسیل یک هیدروکسیل اینجا یک هیدروکسیل در اینجا پیدا میشه به نام کلسی دای او یاد میکنه یعنی دو هیدروکسیل داره و بلا ای پارشلی فعال می باشا. و بالاخره وقتی که از کدنی بیرون میشه ببینین سه هایدروکسی یک هایدروکسی دو هایدروکسی و سه هایدروکسی ایره بنامه کلسی ترای او یاد میکنه که شکل فوقلاده فعالش می باشا. یک نکته دیگر هم خدمت شما میخوایم در اینجا عرض کنم وقتی که ما میگیم که در جات با کمک اولترا بی لایت ساخته میشه فراموش نکنیم که اولترا لایت سی قسمت داره یکی به نام سی کامپوننت یکی بی کامپوننت و یکی A کامپوننت یاد میشه تنها اولترا وایلت بی لایت که ویولنتش 280 تا 315 نانومتر می باشه اینی قسمت اولترا وایلت بی لایت است که ویتامین دی را می سازه اولترا وایلت و A ویتامین دی را نمی سازه که این بسیار مهم است که اشیه آفتاب وقتی که با جلد می خورد یک قسمت از او باعث ساختن ویتامین دی میشه. البته عین سلاید است نشان می تا 80 فیصدش در جلد ساخته میشه 20 فیصدش توسط مواد غذایی گرفته میشه بالاخره بعد از که به شکل ترای اول و یا فعالش تبدیل میشه یعنی از کبد و می میگذره آیدروکس... ایدروکسیلیشن صورت میگیره با ویتامین دی ریسپتور که در تمام اجرات مخصوصا ایمیون سل موجود میباشه بالا از اون میشینه در هومیستاس کلسیم همچنان در اپاپتوسس از بین رفتن اجرات کنسری امیونیتی را بهتر میکنه و انفلمیشن و یا عادثه التهابی را کم میسازه و ویتامین دی که این نقاط فوق مهمش مهم است در کدام مواد ویتامین دی یافت میشه گفتم کدو زردالو شفتالو خربوزه لبنیات تخم گوشت به مقدار کافی خصوصا کبد زردک وظایف ویتامین دی باز تکرار میکنم هومیستاس کالسیام لیول، اپیتیلیالاینینگ آف ریسپاراتوری، در استیبلایزیشن اپیتیلیالاینینگ ریسپاراتوری، یعنی از ای آردیست جلو گیری میکنه، انتی وائرال است، بکتریو امپروف امیون سیستم، انتی انفلمیشن، این وضایف وایتام انگیز که با صورت خلاصه در قسمت بالا خدمت شما حرص کردم. البته یک سال از امروز گذشت ما سال گذشته تقریبا یک سال قبل یک سیمینار داشتیم امرای شما به می شکل که امروز سیمینار ما ادامه داره او وقت ما درباره امیون سیستم امرای شما صحبت کردیم از دکتر سایبای که ای لکچر ندیدن لطفا این لکچر ببینن بیا اینی که با صورت خلاصه امو لکچر در اینجا در دو دقیقه خلاصه بسازیم ایمیون سیستم ما به دو حصه تقسیم شده یکی به نام انیت ایمیونیتی یاد میشه که به طرف چپ شما میبینین انیت ایمیونیتی در اینجا نشان داده شده و دیگه به نام ادپتیو ایمیونیتی نشان داده شده به طرف راست سلاید که شما اینجا میبینین انیت ایمیونیتی یعنی چی انیت ایمیونیتی یادتان باشه که وقت گفته میشه که در جل انیت ایمیونیتی امو ایمیونیتی است که از زمان ولادت از زمانی که ما شما تولد میشیم امرای ما می شامل جلد شامل مخاط است جلد و مخاط به نام فیزیکال بریر یاد میکنه دوم یک سلسله اوجرات است که به نام اند ایمیون سل یاد میشه که شامل ماکروفیش دندریدیک سل در این بر نشان داده شده دندریدیک سل، ماکروفیش نیوتروفیل ایزینوفیل ماست بیزوفیل همچنان کامپلمنت سیستم در جمله انیت امیونیتی می باشد متوجه هستین به طرف با طرف این طرف اگر شما توجه کنین طرف چپ ما مکروفاژ برای شما رسم کردیم برنگ رنگ سبز یک مکروفاژ نشان داده شده که اینه به نام و همچنان دندریدیک سلا به نام پروفشنال انتیجن پریزنتنگ سلیات میکنه این ستاره ها را که میبینین این عامل مرض کروناست و یا سارس کوفتوست به طرف راست وقتی که شما میبینین 30 سل و بی سل نشان میتن ایره به نام ادپتیو ایمیونیتی و یا اکوارد ایمیونیتی یاد میکنن ادپتیو ایمیونیتی و یا اکوارد ایمیونیتی پسانا فعال میشن اول سیستم ایمیون که به مقابل میکروبا مجادله میکنه انت ایمیون می باشد که به طرف چپ نشان داده شده ببینید وقتی که عامل مرضی و یا پاتوجن داخل عضویت ما میشه یعنی از جلد و مخاط میگذره اولین برخورده که میکنه توسط انت ایمیون سل یعنی مکروفاش ها به مقابل علی برخورد میکنه مکروفاش ها و دندریتیک سل که بنامه پروفیشنل انتیجن پریزنتنگ سل یاد میشه خود دنایه میرسند. وقتی که مکروفاش ها با مقابل عامل مرضی که در اینجا عامل مرضی کرونا و سارس رو نشان داده میتانه گرام نگاتیو بکتیریا باشه میتانه فنگس باشه میتانه توبرکلوز باشه وقتی که ماکروفاژ خود این رسان وظیفه ماکروفاژ چیست وظیفه ماکروفاژ که امی عامل مرضه فاگوسیتایز کنه به یعنی بلعیدن فاگوسایتوسیس یعنی سل میبلا ببینین در داخل مکروفاش برنگ سب شما میبینین عامل مرض کرونا را فاگوسیتایز کرده بعد از اینکه ایره فاگوسیتایز کرد ایره به پارچه های کوچک تبدیل میکنه توسط چی؟ توسط یکی توسط لایزوزم فاگوزم و دو پپتاید داره یکی به نام بیتا دفنسین یاد میشه یکی به نام کتل یاد میشه این دو تا پپتاید آنتی وایرل و بکتریو است و این دو پپتاید ویتامین دی دپندنت است یک مقدار زیاد ریسپتور های ویتامین دی داره که ویتامین دی است که امید دو پپتاید بیتا دفنسین و کتل سیدین توسط ویتامین دی فعال میشه عامل مرض با تکه تکه میکنه پارچه پارچه میکنه یک پارچه از این مکروفاش میگیره میاره به ادپتیو امیونیتی، با تیسل میاره اولین تی که عامل مرزه می میبینن به نام تی رو و یا نحیف سلیات میکنن ای همیشه در حالت خواب باشه ادپتیو Immunity و یا اکوارد سه بازو داره که من دو بازیش در اینجا برای شما رسم کرده یادتان باشه که ما در اینجا دو بازوش رسم یکی بازوی بالایش این به نام انتی انفلاماتوری بازو یا آرمیات میکنه یکی بازوی پایین که به نام انفلاماتوری بازو ایره یاد میکنه در اینجا لطفا دکتر صاحب توجه کنه سوالی است که چی وقت بازوی انتی انفلاماتوری یا بازوی بالایی فعال میشه وقتی که شما انترلوکین فور داشته باشید یعنی ال4 زیاد باشه دوم ویتامین دی تا نرمال باشه باذوی انتی انفلاماتوری فعال بشه درجه تی 2 فعال میشه تی 2 که فعال شد اینترلوکین 10 اینترلوکین 13 مثلا اینترلوکین 10 و اینترلوکین 13 اینترلوکین 12 ف شاد میکنه ایرو ختم میکنه میگه بیا تمام امی فعالیت باید به با بالایی باشد بی سل پلازما سل ممری سل و بالاخره ایمیون گلوبلین که عبارت از انتیبادی ها ساخته میشه انتیبادی ها میره بالای میکروب میشنه میکروب غیر فعال میشه بازم تکرار میکنم وقتی که ماکروفاش توسط ماجور هستو کامپتیبلیتی تو ام سی یک پرچه وایرس میگیره برای تیسل سل میاره در موجودیت انترلوکین فور و ویتامین دی بازوی انتی انفلاماتوری زد التعابی فعال میشه امیونو گلوبلین و یا انتیبادی ساخته میشه انتیبادی میکروب غیر فعال میکنه و وقتی که انتیبادی ساخته شد کامپلیمنت هم فعال میشه در بعض اشخاص است که انترلوکین 12 شان بیشتر است و ویتامین دی شان کمتر است در اینجا تی ایچ وان فعال میشه تی ایچ وان که فعال میشه گاما انترفیرون آزاد میکنه گاما انترفیرون دوباره مکروفاج ها را استیمولیت میکنه مکروفاج ها را قط قطک میده مکروفاج ها را تنبه میکنه یک مقدار زیاده سایتوکاین ها آزاد میشه که شامل انترلوکین وان است این بازوی ای پایانی را به نام پرو انفلاماتوری بازو پرو انفلاماتوری آرم میاد میکنه یعنی فوق العاده التهابی می باشه گاما انترفرون آزاد میکنه گاما انترفرون ماکروفاژا را دوباره تکرار به صورت مکرر تعریق میکنن انتلوکی وان باعث تب بلند میشه انتلوکین سکس در کووید 19 بسیار مهم است ما آنتی انتلوکین سکس برش میدادیم برای دیگه فوقلاده سویش بلند میرفت پرو انفلاماتوری بود کواغولاسیون کاسکادا فعال میکند، انترلوکین 8 فعال میکنه که نیوتروفیل ها را دعوت میکنه، و انترلوکین 12 فعال میکنه. یادتان باشه که انترلوکین 12 TH1 تحریک میکنه. یعنی ویشس سایکل سایکل ما ایوبارم ایده به نام سایکل ویشسه. انترلوکین 12 انترفیرون گاما یاد میشه. یعنی ماکروفاژها IL12 مثل IL12 TH1 تاریک میکنه TH1 انترفیرون گاما و به این شکل یک مقدار زیاد سایتوکاین ها آزاد میشه سایتوکاین ستورم و یا توفان سایتوکاین ها پیدا میشه که باعث انترلوکین TNF الفا باعث عدم کفای قلبی میشه ARDS میشه در لیور فیرتین بلند میره سی ریاکتیو پروتین بلند میره دی دایمر بلند میره کیره به نام اکوت فیز ریاکتن یاد میکنه اکوت رنال فیلر مولتی ارگان فیلر و باعث مرگ مریض ها میشه بیاین ببینیم که ویتامین دی چی میکنه در این ویتامین دی در انیت ایمیونیتی ماکروفاژ ها را فعال میکنه کاتلسیدین و بیتا دفنسین که انتی و انتی وایرس هست ویتامین دی دپندنت هست در اینجا ویتامین دی را فعال میکنه دوم ویتامین دی د ادپتیو ایمیونیتی بازوی انتی انفلاماتوری بازوی بالایی را فعال میکنه بازوی پایانی را شت داون میکنه از سایتوکاین استورم جلوگیری میکنه امیدوار هستم که متانسته باشم در این سلاید دفنسین و کتل سیدین در اینجا برای شما پکچرشه اینجا بیتا دفنسین نشان داده و در قسمت پایین کتل سودی نشان داده که ای امو پپتاید است که در ماکروفاژها، در دندردیک سلس در ایمیون سل فعال میشه توسط وایت و کیمو باعث میشه نیوتوفیل را تحریک میکنه و جرات کنسری را از بین میبره باعث از بین بردن ممبرن کرونا ویروس و مایکوبکتریم توبرکولوز میگرده و همچنان باعث مانی انهبیشنه HIV و یا انهبیشن اچ آی میگرده و کلی ازی با ویتامین دی ارتباط می داشته باشه. این سلاید اگر یاد شما باشه اینجا پاتوجنی رو از کتاب گرفتیم براتون اینجا پاتوجن نشان می تن ایواز ای مکروفاش ها دندریتیک سل نشان میده که انیت امیون سل بالای تی سل تاثیر میکنه در موجودیت انترلوکین فور TH2 فعال میشه وقتی TH2 فعال شد بی سل پلازما سل immunoglobulin و انتیبادی بادی میایا از بین میبره اگر که ویتامین دی دفیشنسی می داشته باشین یا انتلوکین 12 تان بلند میشه TH1 فعال میشه TH1 وان گام آزاد میکنه مکروفاش ها ساخته میشه انترلوکین 6 آزاد میشه سایتوکاین ستورم پیدا میشه و interleukin 6 املای TGF beta انتلوکین 23 را می سازه و TH17 نیتروفیل ها را فعال می کنه این در اینجا دوباره تکرار می اگه اگر یادتان باشه ای این عین موضوع از یک کتاب دیگه گرفته شده در اینجا انیت امیونیتی در قسمت بالا نشان داده شده که شامل مکروفاش هاست و شامل دندریتیک سل دندر مثل ستاره واره می باشه می بینید که دندریکسل سل پتوجنه می تیسل و یا ای که تی اچ تو فعال میشه که آنتی انفلاماتوریست و ایمیونو گلوبلین می سازه که ما به این ضرورت داریم اگر تی اچ فعال بسازه این مکروفاج ها رو فعال میکنه کنن ها سایتوکاین ها را آزاد میکنه که بنام سایتوکاین استور میاد میشه انتلوکین 2 سایتو تاکسیک تی سل فعال میکنه انتلوکین 7 در اینجا نشان میده که چی را فعال میکنه نیوتروفیل ها را فعال میکنه یه خوشخبری دیگه اگر یادتان باشه گفتیم وقتی که ویتامین دی داخل عضویت می باشه غیر فعال می باشه. ویتامین دی باید که در کبد هایدروکسیلیشن شود دیگه هایدروکسیل باید که در کدنی صورت بگیره اما ببینین بسیار دلچسب است امیون سل اینیت امیون سل که شامل مکروفیش ها می باشه شامل دندریدیک سل می باشه شامل تی سل می باشه اینا یک انزایم دارن که به نام وان الفا هایدروکسیلاز یاد میشه یا وان الفا هایدروکسیلاز داره یا وان هایدروکسیلاز داره one. یعنی تمام امیون سل قدرت فعال کردن ویتامین دی داره ببینین که اینجا 125 125 دای هایدروکسی ویتامین دی یا کلسی ترایل که شکل فعالش است توسط امیون سل ساخته شده وقتی که توسط امیون سل ویتامین دی ساخته شد تاثیرات انتی میکروبیل دارد ببینین باعث کیموتاکسس میشه کیموتکسس یعنی چی؟ یعنی دیگه اوجرات التهابی را هم دعوت میکنه تکسی میگیره اونا را در صحنه میارن که مقابل میکروب ها مجادله کنن دوم دو باعث فاگوسایتوس میشه فاگوسایتوس یعنی باعث بلعیدن میکروب میشه کتل و بیتا دفنسین دو پپتایتس که در ایمیون سل باعث انتی و انتی وایرال میشه در فعال کردن از این ویتامین دی ضرورت داره ویتامین دی همچنان سایتوکاین های مزره که باعث التهابات میشه بلاک بکنه ببینین که il 12 il 6 TNF-Alpha, اف الفا انتلوکین 23 کلش بلاک میکنه بیشتر تی اچ که آنتی انفلاماتوری فعال میکنه انفلاماتوری کاسکیت امونی میشه بیاین در سلاید دیگه ببینین برنگ سبز استیمولیشن است برنگ سرخ بلاک میکنه. ببینید که باعث استیمولیشن انتی میشه، میشن فاگوسیتوسس میشن باعث ساختن بیشتر کتل و دیفنسین میگرده. باعث سایتوکاین های انفلاماتوری را بلاک میکنه. تی ایچ دو را فعال میکنه که ای باعث ساختن امیون و میشن تی ایچ مانع میشن که سایتوکاین ستورم و ملتی ارگن فیل نزد مریضا پیدا نشد البته در اینجا یک مطالعه دیگر نشان میده که اینا در موشا صورت گرفته موشا را میگیرن مکروفاج هایشان امرای ها در یک تستیوب میاندازن پیش از که وایتامین دی علاوه کنه مقدار یا وایبلیتی و یا زنده بودن بکتریا صد فیصد می وقتی که کلسی ترایل یا وایتامین دی به شکل فعالش علاوه میشه پینجا فیصد بکتریا از بین میره مانا از این چیست؟ مانا از این که وایتامیدی بیدی تاثیرات زده بکتریا دارد. در این سلاید ببینید در تستیوب میگیرن سایتوکاین ها ام ام بکتریا را امرای بدون ویتامین دی و همراه ویتامین دی معامله میکنن ببینین بی سایتوکاین ها وقتی که ویتامین دی نمیباشه باشه ها بیشتر می باشه. تی اف الفا، انتلوکین توال فری رادیکلز سایتوکاین ها سویش بر نشان داده بلند می باشه. وقتی که وایتامین دی فعال کلسی علاوه میشه سایتوکاین ها کم میشه شه از ای چیست از البته در ایوانات است. نشان می که وایتامین دی انتی انفلاماتوری سایتوکان های انفلمیشن ها سویش ها پایین میاره که در عضویت باعث نقص و مشکلات عضویت میشه در این مطالعه نشان میده که اگر ویتامین دی شما کمتر از 20 نانوگرام پر امل باشه higher rate of infection higher rate of ایمیونیتی و همچنان حتی در ترانسپلانت کمش خوب نمی باشد اگر شما ویتامین دی دفیشنسی داشته باشه این مطالعه باز نشان میده موشهای که ویتامین دی دفیشنسی دارن تایپ اول دعبید در اونا برنگ سخت نشان داده شدن نظر برنگ سبز که ویتامین دیش نرمل می باشد در موشایی که ویتامین دی دفیشنسی دارن بیشتر دیده شده میتان وقتی که ویتامین دی رو برای موشا میتن دعبید در نزدشان دوباره پایین میره یعنی دعبید ارتباط میگیره با ویتامین دی که بسیار مهم است با صورت خلاص ما شما تا گفتیم که ویتامین دی در هومیستاس کلسیم رول دارد. داره مثل پراتایرود اورمون سویه کلسیم در تعادل نگاه میکنه یک دوم گفتیم در امیون ایمیونیتی ما را فعال میکنه سوم تاثیرات ضد انفلمیشن ضد التهابی داره که این سه نقطه را باید به خاطرتان باشه فراموش نکنید در سیستم ایمیونیتی نشل ایمیونیتی را بهتر میکنه یادتان باشه در سیستم لاینینگ اپیتیلیا لاینینگ بهتر میکنه از ARDS ار جلوگیری میکنه آنتی انفلاماتوریس، سایتوکاین استورم وقایه می و بالاخره در ادپتیو امیونیتی ایمیونو گلوبلینه بهتر می سازه که بالای میکروبا بشینه و اونا را از بین ببره این بود وظایف عمومی ویتامین دی در سیستم ایمیونیتی بیاین یک نقطه دیگر هم یادتان باشه وقتی که شما سپسس می داشته باشین وقتی که شما یک آلت استرسفول در وجودتان پیدا میشه که بعد یک پروتین تولید میکنه که به نام آنجیوتنسین و جنیات میکنن این در فیزیولوژی شما خوانده آنجیوتنسین جن در موجودیت رنین که از کلیه ها آزاد میشه یک پروتین دیگر هم به نام 1 در موجودیت اس آنجیوتنسین کانورتینگ انزایم که از ریه ها آزاد میشه آنجیوتنسین دو را میسازد آنجیوتنسین دو ای سوالات امتحان یوسیمیلی و بورد آف میرسن است فوق العاده مضر برای عضویت آنجیوتنسین دو وقتی که ساخته میشه برای عضویت مضر است باعث وزو کانسترکشن میشه باعث انتی دایرتیک ارمون. باعث سودیم و واتر ریتنشن میشه باعث انفلمیشن میشه باعث اپوپتوزس میشه باعث ای در ریه ها میشه بناهن باید آنجیوتنسین دو کنترول شه آنجیوتنسین دو چی وقت کنترول میشه آنجیوتنسین دو توسط رسپتور که در عضویت ما موجود است بنامه ایس یاد میشه بلاک میشه نه رول ویتامین دی چیست رول ویتامین دی اول رینین بلاک میکنه وقتی که رینین بلاکت آنجیوتنسین دو ساخته نمیشه دوم رول ویتامین دی چیز استور تحریک میکنه که آنجیوتنسین دور بلاک کنه بنابراین ببینیم در اینجا نشان میده که در امراض مختلف ویتامین دی فعالیت های بیشتر و مفیدتر برای عضویت ما و شما می داشته باشه ببینه در این نشان داده که اگر رینین بلند شوه اگر آنجوتنسین تو بلند شوه باعث ای دی میشه باعث اندوتیلیل انجوری وازو هایپرتنشن میشه باید سمود مسل کالسفیکیشن و کاردیو واسکولر دیزیز در ویتامین دی دیفیشنسی پیدا میکنه انسولین ریزستنس در نزد مریضا پیدا میشه مریضا پیششان انسولین رزستن پیدا میشه بنابراین سوالی است که کدام مریضا ویتامین دی دفیشنسی در افغانستان گفتیم بالاتر از 50 فیصد به خاطر چی بخاطر... گفته در ایشیا در آسیا به خاطر که مواد غذایی درست نمیگیرن ممالک جنگ زده ممالک که به آفتاب خود معروض نمیکنن اگر شما ببینین افغانای ما هم مردا حجاب دارن و هم زنا و نظر به کلچر و دین و یگپا ما جلد ما افته و نمی بینم ویتامین دی دفیشنسی در افغان ها فوق العاده کامن است جنتیک ویتامین دی دفیشنسی دارن کسایی که مل ابسارب دارن به طور مثال سیل یک دیدی سف... سیستک فایبروسیس مریضایی که تکالیف کلیوی دارن اگر یاد شما باشه هایدروکسیلیشن در کلیه صورت می گیره م... مریضایی که تکالیف کبدی دارن هایدروکسیلیشن یا شکل فعال ویتامین دی در کلیه و در کبد صورت میگیرد بعض ادویه است که باعث کم شدن ویتامین دی میشه شما باید اینا را بیاد داشته باشین به طور مثال مریضایتان که از استیروید استفاده میکنه مریضایی که از انسید استفاده میکنه مریضایی که تداوی سرطانی میشن مریضایی که از انتیبایتیک استفاده میکنه دوای اندوکرین antihypertensive medication anti retroviral medication anti epileptic medication. تمام این ادویه باعث کم شدن سوی ویتامین دی در نزد مریض میشه اشخاص موسن جلدشان ویتامین دی درست جور نمیکنه یادتان باشه بالاخره تمام ویتامین دی دفیشنسی باعث کم شدن کلسیم و فاسفید پارتایروید درست فعالیت خود انجام داده نمیتونه یادتان باشه که بون مس دنسیتی در مریض های ویتامین دفیشنسی کم میشه باعث اوستیوپوروسیس دیمنرالایزیشن در اطفال باعث ریکتسیا و در کاهلان باعث اوستیومالیشیا میگرده که البته اینا را شما میفهمید به در کدام اشخاص شما توجه میکنین اشخاصی که مالنوتریشن دارن اشخاصی که روی آفتاب نمیبینن اشخاصی که چاق هستن چاق اشخاصی که اوبیسیتی دارن بیشتر ویتامین دی دفیشنسی دارن بخاطر چی؟ بخاطر که ویتامین دی فت سلو است منحل میشه در شم بنابراین اشخاصی که چاق هستن اشخاصی که شم زیاد دارن ویتامین دی بیشتر در شم ذخیره میشه ویتامین دی فری در خونشان کمتر میباشه اشخاص موسن اشخاصی که تکالیف کبدی و و رینال دارن سیستک فایبروز و مدیکیشن باید در نزد بخاطر تان باشه که باعث ویتامین دی دیفیشنسی میشه نقطه بسیار عمده دیگه در اشخاص کتر اسکلیروس دارن سرطان ها دپریشن اشخاصی که اپلپسی دارن هایپرتنشن دارن انفلاماتوری باول دیزیز اینا میتونن ویتامین دی دیفیشنسی اشخاصی که تکالیف کدنی تکالیف کبد مولتیپل سکلروس است در ویتامین دی های دوز ویتامین دی بر مریضا میتا اوستیوپوروس تکالیف دندان باعث میشه پری اکلامس یا اسوشیتد بود های پو ویتامین دی یا ویتامین دی دفیشنسی امراض جلدی مثل سوریاس استینیتوس و بلاخره اولسراتیف کولایتس اینا تمامش میتونن ویتامین دی دفیشنسی داشته باشن. بناهن سوال اینجا پیدا میشه که ویتامین دی اپتیموم چند است خاطر گفته مرض کرونا انوز هم در محیط موجود است توبرکلوز در افغانستان فغان میکنه فوقلاده بلند است بناهن کوشش کنین که ویتامین دی تان به صورت وقایوی در حدود پینجا تا افتاد نانو گرام باشه ایره نام اپتیمال ویتامین دی یاد میکنن اپتیمال پینجا تا افتاد نانو گرام پر امل باز لابراتوری به با نانو نان، بنامه نانو مول پر لیتر در اون صورت ضرب دو میکنین اگر به نان مول پر لیتر, با مول، پر لیتر باشه ضرب دو میکنین دی مطالعه دیگه است یا گایدلاین دیگه است نشان میده که ویتامین دی که کامل است در این موقع در ای وقت زمان چل تا اشتاد نانو گرام پر امل باید باشه یک دکتر سب برای ما گفت که ما یک مریضای خود دو هزار انترنشنل یونیت ویتامین دی در افته میتیم لطفا این گایدلائن تقیب کنین ما این گایدلائن تقیب میکنیم وقتی که مریض شما ویتامین دی دفشنسی داشته باشن برای که ویتامین دی را ریپلیس کنین در نزد مریضایتان یادتان باشه اینی فرموله تقیب کنین میتونین که 6 هزار یونیت روزانه برای 8 هفته بتین بعد از باز روزانه 2000 یونیت با صورت دهاندار و یا ای که با صورت افتوی اگر میتین 50 هزار یونیت در یک هفته برش بتین برای 8 هفته ادامه بتین بعد از 1.5 تا 2000 هزار یونیت روزانه ما ای رو تقییب میکنیم روزانه بهتر از نظر با بل است روزانه بهتر است نظر به بول است بازم تکرار میکنم اگر روزانه شما ما که ویتامین دی خود تعیین کردم ویتامین دی لیول من 22 بود ما تقریبا دو سال است که روزانه سه تا پنج هزار انترنشت یونت ما هر روز میگیرم ویتامین دی بسیار مهم است البته این سلاید ما بر شما نشان میتیم که تقریبا صد, صد سال قبل پیش از که اد، ادویه و تداوی انتی تی بی پیدا شوند مریضا را توسط سنلایت لایت تداوی می کردن ابچلان به بریزای توبرکلوس کوت لیور آیل می که یک مقدار زیاد ویتامین دی دارد مریضا را در بیرون می کشیدن افتاو می افتاو ویتامین دی میساخت و امی کود لیور آیل هم یک مقدار زیاد ویتامین دی دارد مریضایشان تا اندازه بهتر میگردید معسیش به صورت عموم که خدمت شما حرض میکنم ایست که ویتامین دی در افغانستان ویتامین دی دفیشنسی به نهایت زیاد است ویتامین دی فوق العاده مهم است که شما باید خودتان ویتامین خصوصا دکتر که در شفاخانه کار میکنن ریسک فاکتور دارن باید ویتامین دی خود تعیین کنن و نظر به ویتامین دی باید ویتامین دی شما بالاتر از 50 نانو گرام پر امل باشه یادتان باشه که تاکسیسیتی ویتامین دی تاکسیسیتی ویتامین دی وقت شروع میشه که سویه ویتامین دی به 150 نانو گرام و با بالاتر برسه و همچنان یک نقطه دیگره باید به خاطر داشته باشین وقتی که ویتامین دی با تان میتین بعضه امراض است به طور مثال مریضای کنسری که متستاسز میتن یک مریضایی که سارکویدوسس داره گرانولوم خودش اه 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 کلسیم میسازه در نظر از نوع ایتیاد کنین برای از این که اگر ویتامین زیاد میتین مقدار کلسیم بسیار بلند میده و اگر مقدار کلسیم بلند بره باعث کلسیفیکیشن واسکولر سیستم کپلری یعنی کرونری میگرده و کرونری امو کمپلاین خدا از دست میته و باعث عملات قلبی در نزد مریض میشه بناهن توصیه میکنن که ویتامین K2 در نزد مریضا که ویتامین دی زیاد برشان توصیه میشه ویتامین K2 استفاده کنن یادتان باشه که ویتامین K به دو رقم تقسیم میشه یکی ویتامین K1 که بنامه فیلو کنون یاد میشه یادتان باشه که ویتامین که در کواغولیشن سیستم فعال فعالیت بیشتر داره ما کومدین که میتیم انتی ویتامین کیس دیگه ویتامین K2 نام مینا کوینون یاد میشه نام MK4 و MK10 در بازار در بوتلا موجود میباشد میگه باید امرای کسایی که ویتامین دی میتن ویتامین ک استفاده کنین ویتامین ک چی رول داره ویتامین ک ماتریکس که به که ماترکس ماتریکس گلیکوپروتئین میشه فعال میکنه ماتریکس گلیکوپروتئین اگینس کلسیفیکیشن کاپیلریز یعنی وقتی که ای فعال میشه از کپلری بلاک میکنه کلسیفیکیشن کلسیم میاره در داخل اوزام دپوزیت میکنه بازم تکرار میکنم ویتامین K2 فیش چیست؟ نمیمانه که کلسیم در کپلری دپوزیت شوه کلسیم میگیره در اوزان دپوزیت میکنه یعنی به نفع ما کار میکنه و بسیار ارزان و بسیار مؤثر است البته اینجا به صورت خلاصه خدمت شما عین موضوع رو دوباره میگه وقتی که شما از ویتامین K2 استفاده میکنین کلسیم از خود کپلری آزاد میشه میاید دو داخل میشه کپلری پلایبلتیش و زدائلیتنش بهتر میشه و به این شکل برای شما فوق راده. دوز ویتامین K2 دو ست مایکروگرام روزانه حتی چلپین میکروگرام روزانه هم کفایت میکنه برای شما معصر میشه از تمام دکتر سبای یک جهان سپاس میکنم که در این کنفرانس همراه ما شرکت کردن اگر که شما کدام سوال داشته باشین در آینده میتونین امرای mbabriwanat yahoo.com واتساپ ما 2187317418 و صفحه فیسبوک ما که ما روزانه کیس ها را داخل میکنم دکتر اکرم بابریس لطفا در اینجا شما میتونین اشتراک کنین از اشتراک شما یک جهان